در همین مدتی پیش آمدیم به دیدن یکی از اولین نمایشنامه‌ای که در ایران نوشته بودیم، مستأجر. یه نیمه موزیکال با امکانات لس آنجلسی. یعنی یادمون باشه وقتی که صحبت از موزیکال میشه و صحبت از افراد زیاد در یک نمایشنامه میشه، واقعا اجراش در این پایتخت ایرانیان غربت نشین کار بسیار مشکلیه. چطور شد این دفعه رفتیم به سراغ اولین نمایشنامه‌ای که نوشته بودیم؟ در واقع قصد اجراش در میان نبود. قرار شد که ما بعد از یه مدتی بعضی از دوستان دور هم جمع شدیم که آقا جوانانی که با آدم تماس میگیرن و میخوان کار نمایش بکنن، درس تئاتر خوندن یا از ایران آمدن، سابقه تئاتری دارن و اینجا دوست دارن کار نمایش بکنن، با آدم تماس میگیرن میگن آقا ما خیلی علاقه داریم، واقعا هم چش دشت مالی نداریم، چیکار بکنیم، کجا بریم؟ آدم واقعا شرمنده میشه بعضی وقتا. آدم من نمیتونم بهشون بگم، بارها گفتم آقا من متاسفانه هر دو سه سال یه بار یه نمایشی دست میگیرم و چون بعد زندگیم از این راه اداره بکنم باید ببرم تو شهرهای مختلف ایران نشین جهان نمایشش بدم و چون این سفرها در پیشه باید با حداقل بازیگر همراه باشه، با حداقل گروه تکنیکی همراه باشه تا بتونیم ما این سفرها رو بریم و از این نظر من شرمنده شما هستم. ولی خب تو آدم تا کی میتونه این جواب رو به جوونا بده؟ اینی که تصمیم گرفتیم نمایشنامه خانی را بندازیم که بشه از نمایشنامه های استفاده کرد که تعداد بیشتری بازیگر داره که بتونیم از این جوان ها و این استعدادهای جدید که مایلند همکاری بکنن استفاده بکنیم و چون میخوایم نمیتونیم اجرا بکنیم چون هزینش بالاست و سالن مناسب برایشون گیر نمیاد، اقلا از رو بخونیم. هم خودمون که اهل تئاتریم خوشمون میاد، اقلا یه نمایشنامه‌ای که دوست داریم نمیتونیم اجرا کنیم، اقلا از رو میخونیم و یه تجربه‌ای میشه برای خودمون و هم این که دیگران هم که علاقه به تئاتر دارن و هر دو سه سال یه بار یه تئاتر میذاره، یه تئاتر من میذارم، یه تئاتر شاید توضیح میذاره و هر چند سال یه بار شانس کار پیدا میکنیم. اینی که بتونیم نمایشنامه بخونیم و نمایشنامه مستأجر که تعداد بیش از 10 تا 12 تا بازیگر داشت، اینو من جز اولین کارهایی بود که کرده بودم، وسوسه شدم اینو بخونیم. خیلی خوب، نمایشنامه خونی رو راه انداختی شما و گاهی اوقات یک کارهایی رو همیشه بنیانگذار بودی در خارج از کشور، همینطور فعالیت سیاسی از طریق سینما، از طریق تئاتر، از طریق نوشتن و غیره و غیره. نمایشنامه خوانی و نمایشنامه مستأجر رو با برای بچه ها راه انداختیم که نمایشنامه خونی بکنیم. ولی یک دفعه ما دیدیم دعوت شدیم به سالونی در شهر فرشتگان که این نمایشنامه روی صحنه است. چطور شد که آمد روی صحنه؟ همون مجلس نمایشنامه خوانی که ما راه انداختیم میدونی که رایگان بود. بله. چون دیدیم حالا مردم وقتی میگن بیا نمایشنامه خوانی، چون عادت ندارن نمیشه بهشون گفت حالا پول بلیط هم بدین. حالا به تئاتر معمولی رو به زحمت پول میدن بیان. حالا میگیم حالا مجان رایگان، یعنی ببخشید نمایشنامه رو ارو میخونی ولی شما پول بدین. ما دیدیم بهتره، ما بالاخره نسبت دینی داریم نسبت به این حرفه‌ای که داریم کار میکنیم. گفتیم آقا رایگان میذاریم اینو، مردم بیان، ما یه مقداری خرج، بالاخره هر نمایشی احتمال ضررش هست، خب این ضرر کوچیکیه، ما جای رو اجاره میکنیم برای دور هم جمع شدن و اون پولش از خودمون میدیم. این بود که در همون اولین جلسه من توضیح دادم که چرا ما در خارج کشور همونطوری که شما اشاره کردید امکان اجرای نمایش با تعداد بیشتری از نمایش بازیگر نداریم، داشتم اینو توضیح میدادم. بعدم در پایان گفتم ببینید این نمایشنامه رو ما اگه بخوایم رو صحنه بذاریم خب هزینه‌اش زیاده. خود شما اصلا حاضرین وقتی این همچین نمایشنامه باشه بیایم به دیدنش؟ همه یک صدا گفتم بله ما حمایت میکنیم، شما اینو به صحنه بیارین. ما برای اینکه آزمایشی کرده باشیم و این بچه‌هایی هم که این دور خونی کرده باشن تشویق بشن، یه چند تا اجرا ازش توی سالونی که مناسب این کار بود به صحنه آوردیم که واقعا هم مردم همونایی که قول داده بودن حمایت کردن و به دیدن این نمایش اومدن و ما تونستیم هزینه‌هاش رو سرشکن بکنیم. چون خودت تو کار تلویزیون هستی و میدونی که یکی از بخش عظیمی از درآمد هر تئاتری رو باید خرج آگهی‌های تبلیغاتیش کرد. چرا؟ برای اینکه ما یه جای واحد و مناسبی نداریم برای تو کار تئاتر که مردم آشنا بشن، همیشه برای اونجا برای دیدن تئاتر بیان. هر دفعه یه سالونی شما اینجا گیر میاری، یه سالونی بنده یه جای دیگه گیر میارم تا به مردم بگیم این دفعه کدوم سالونه. همین آگاهی رساندن تو باید یه مقدار زیادی خرج آگهی بکنی تا فقط به مردم بگی این دفعه تئاتر کجاست. بله. خب همین بخش عظیمی از درآمد تئاتر رو از بین میبره و شما نمیتونید بازیگر بیشتری داشته باشید که دستمزد به اونا هم بدی. خب اینا مشکلاتی بود که من برای مردم گفتم، ولی آمدن
گفتن ما میاییم خودمونم تبلیغ نکردیم نکردیم ولی ما تعداد بیشتری رو از آدم ها رو میاریم به تئاتر و این تجربه خوبی بود ولی هنوز ما همین راه ماهی یک بار نمایشنامه خوانی رو داریم و از شما دعوت میکنم از این فرصت استفاده کنید و این نمایشنامه بیاییم بخونید در اونجا و... با کمال میل سعید جان من همیشه میبینم که در آغاز سال نو یعنی در آغاز نوروز یک پیام ویژه‌ای داری همیشه و یا روی اینترنت یا روی دیگه از این تلویزیون‌ها و اینها چی شده که یه پیام نوروزی آغاز سال رو یه پیام فقط نوروزی نیست مثل اینکه نوروز بهانه است برای اینکه بسیاری از حرفات رو در آغاز سال بزنی امسال هم ما دیدیم که این یه برنامه ویژه نوروزی داشتی من خوشم اومد از این کلمه بهانه‌ای که آوردی اصولا نوروز خودش بهتر بگیم بهانه نیست پدیده است بله. برای اون ارتباط وسیع جامعه بزرگی که یک زمان ایران بزرگ نامیده میشد و همه ایرانی ها همه که زمانشون چی باشه ترک باشن، بلوچ باشن، گیلک باشن حتی تاجیک باشن، ترکمن باشن زیر چتر نوروز بنابراین یک پدیده فراملیتی است حالا ما ایرانی ها خودمون رو چسبوندیم به نوروز که این مال ماست حق هم داریم برای اینکه نوروز از خواستگاهش ایران بوده و این پدیده باعث میان همه پدیده‌هایی که باعث اختلاف و افتراق و چند پارچگی و چند دستگی حتی خود ما ایرانی‌ها در داخل کشور شده یک چیزی ما داریم یک پدیده‌ای داریم که این باعث همبستگیه دور هم جمع شده و بزرگترین امتیازش هم اینه که مذهبی نیست پایه مذهبی نداره آیینیه به قوم و به طبیعت و به کشت و کار و به کار آدمیزاد بیشتر ارتباط داره تا به یک آیین مذهبی به همین دلیل نوروز همونطور گفتی بهانه است برای اینکه از این پدیده دست جمعی و همگانی استفاده کردن و از این بهانه برای همبستگی بیشتر همفکری بیشتر استفاده کردن من چون از چند سال است به خاطر این نمایشایی که دور دور جهان میبرم دیگه کار تلویزیونی رو گذاشتم کنار و خوشبختانه شما دارین ادامه میدین بهتون تبریک میگم نمیدونم بهتون واقعا تحملتون واقعا من ستایش میکنم چون همه از آغازگران بودی و هنوزم داری ادامه میدی من از سال 2007 دیگه کار تلویزیون گذاشتم کنار یعنی بازنشستگی گام به گام ولی در این حال نوروز بهانه است که همونطور که گفتی که من اون حرفایی که در طول سال تو اینجا مونده تو سینم مونده حداقل به بهانه نوروز یه جای بگم و این پیام‌های نوروزی یا این گفتارهای نوروزی بخشی از همون گفتارهایی است که من هر هفته توی تلویزیون داشتم ولی خب حداقل سال یک بار حالا شده این بار امسال خوشبختانه یک سازمانی که سازمان خیری است در یوتام هست بنیاد سمنانی شما این پیام نوروزیتون رو ما کمک می‌کنیم به صورت ویدیو در بیارین شما چرا همش یه گفتار یک نفره فقط دارین نوروز یه چیز دست جمعی گروهی است و این امکانی رو به وجود آورد یعنی اسپانسر شد که ما بتونیم یه برنامه نوروزی درست کنیم و این ویدیویی هم که خدمت شما دادم حاصل یک همچین کوششی است که اگر واقعا حمایتی بشه و دنبال کار گرفته بشه خب آدم میتونه به همین از این بهانه استفاده کنه کارهایی بکنه من خوشحالم که این کار نوروزی رو امسال انجام دادم به شکلی که نه تنها توش نوروز شناسانده میشه با تعبیری که من دارم ازش و حتی پیشنهاد میشه که نوروز چی باید باشه چه خاصیتی داره و این خاصیت شما معمولا فراموش میکنیم دور هم جمع میشیم هفت سینه رو میچینیم نمیدونم سبزی پلو رو میندازیم ماهی رو ماهی سفید و ماهی دودی رو میندازیم همین کارا رو میکنیم سنجیت و سماق و همه این چیزا هم سر جاش هست ولی فکر نمیکنیم آقا پشت همه این چیزا یه چیز دیگه هم هست بس. توی خانواده وقتی دور هم نشستیم راجع به این موضوع سال آغاز سال دیگه یه نیتی باید برای کرد برای این سال یه حرفی راجع به این نوروز زد برای بچه هایی که به خصوص آشنا نیستن پیشنهاد من دادم در واقع که چی میشه گفت و اینم اقتباس کردم یعنی در واقع الهام گرفتم از کاری که زرتشتی ها میکنن زرتشتی ها میدونید که در نوروز دعایی میخونن دعاهای متعدد دارن البته اوستایی
من یکی از این آهنگ‌ها و چیزایی که در نوروز می‌خونن رو شنیدم و توی اینترنت و از اون الهام گرفتم یه دعای نوروزی درست کردم که یه نوع پیشنهاده و خوشبختانه حالا همون بنیاد قبول کرده که یک مسابقه سرودخوانی نوروز رو بسیار حمایت بکنه که ما اعلام بکنیم که جوانها میتونن در مسابقه سرودسازی برای نوروز که شامل هم کلامشه هم آهنگشه بله. که بسازن و این جوایزی بگیرن و جوایزش هم کم نیست فهم کنم که نفر اول 10,000 دلار میگیره نفر دوم 9,000 دلار میگیره تا 50,000 دلار اینجا اعتبار گذاشته شده که برای مسابقه ساختن سرود نوروزی و این کاری که ما امسال کردیم در واقع یه نوع پیش درآمدش بود یه نوع پیشنهاد بود که میتونه تو چه روالی باشه سنگ بزرگ البته میگویند علامت نزدن است اما بزرگی این کلید خود میتواند تمثیلی باشد از کلانی و سترگی قفل نکته اینجاست که مدعی گشودن قفل چنان حق به جانب از آن یاد میکند که گویی آن قفل عظیم که سوراخش کلیدی به درازای نیم ذره میتربد خود به خود به وجود آمده یا بازرگانی چند برای مصرف عمومی از فیلیپین واردش کردند خب سیاد عزیز من نقش آموزش در جامعه مدنی ایران چگونه است؟ آیا واقعا چه نوع آموزشی باید در جامعه مدنی ایران برقرار بشه که بتونه تاثیرگذار باشه؟ حالا نوعش دیگه انتظار نشه که بنده بتونم بگم یعنی اصلا بضاعت شده داشته باشم راجع بهش بگم ولی مگر کسی هست در جهان که بتونه منکر تأثیر آموزش در جوامع مدنی باشه مگر اینکه یه گروهی به نام بوکو حرام پیدا بشه که حرفو بزنه چون میدونیم بوکو حرام یعنی کتاب حرام بله و آموزش هم همیشه از کتاب میاد بل. دانایی اصولا علم از کتابت میاد از نوشتن از آموزشایی که از گذشتگان ما رسیده همینجوری شده یک منبع و یک ارثیه بزرگ شده برای بشریت وقتی میگیم آموزش یعنی این ارثیه بزرگ داریم اشاره میکنیم و این به وسیله کتاب میاد یه گروهی پیدا شده میگه بوکو حرام کتاب حرام فقط یه همچین جانورایی میتونن همچین حرفی بزنن ولی بشری که با کامون سنس و شعور ابتدایی کار میکنه در حد صمد روستایی نمیتونه منکر آموزش باشه و تاثیر آموزش بده در جوام البته نمیدونم کدوم اینا آغازگره آیا جامعه مدنی گسترش دهنده آموزش یا آموزش به وجود آورنده جامعه مدنی است درست مثل رابطه جوجه و تخم مرغ معلوم است کدومش آغازگره ولی تأثیر متقابلی حتما آموزش در جامعه مدنی داره جامعه مدنی در گسترش آموزش مگر استثناهایی که امروز نمونه های بسیاری ما دوربر دنیا متوجه هستیم میبینیم که اینا خطرهای اصلا جوامع مدنی است به طور کلی یعنی خطری است که آموزش رو و علم رو و دانایی رو تهدید میکنه یعنی داره ریشه به جامعه بشری میزنه به جامعه مدنی میزنه توانا بود هر که دانا بود درود میفرستیم به آموزشکده توانا که واقعا کوشش میکنه که آموزش بده و مردم رو به مردم بیاموزه که چه باید بکنن که بهتر باشه به هر حال دستون درد نکنه و امیدوارم که این سازمان توانام توانا باشه برای انجام مقاصد و اهدافی که داره و همونطور که اشاره کردی دانایی است کلید هر کاری حتی که کلید توانایی کاملا فردوسی میگه